امروز میخواهم درباره واژه خلیج سخن بگویم. آیا خلیج واژه است عربی؟ به طور کلی فرهنگ های سنتی واژه خلیج را عربی دانستند، بیان که ریشه ای برای آن به دست دهند. صدها واژه از فارسی میانه یا دیگر گویش های ایرانی به عربی راه یافتند و ما خاستگاه ایرانی آنها را میشناسیم. برای نمونه خندق، البادزهر، پازهر، البازغ، باده، البستان، بوستان، بلور، تاریخ، اسکر، لشکر، سراج، چراغ، تاج، قفیز، برقع، پرده، پرده، دیباج، دیبا، وزیر، کنز، گنج، جوسق، کوشک، الباشق، باشه، شاهین، زمن، زمان و دیگرها و دیگرها. این نکته را از دیرباز می دانستم و در شعر جاهلی عرب بسیاری واژه های ایرانی وجود دارند. برخی از واژه های ایرانی قرآن عبارتند از ابریق، استبرق، برزخ، برهان، تنور، جزیه، جناح، دین، رزق، روزه، سجیل، سراج، سربال، اسواق، سرد، کنز، مسک، نسخه، هاروت و ماروت، وزیر، یاقوت و دیگرها و دیگرها. از پیشگامان پژوهش درباره واژه‌های ایرانی در عربی میتوان ابو منصور جوالیقی را نام برد که در سده ششم هجری میزیست است. وی در کتاب خود المعرب بیش از 800 واژه عربی را فارسی دانسته است. در سال 2002 کتابی از سوی پژوهشگری عرب به نام جهینه نصرعلی در اردن منتشر شد با عنوان الکلمات الفارسیه فی المعاجم العربیه. این کتاب در حدود 3000 واژه عربی را وام گرفته از فارسی می داند. پیش از او پژوهشگر ایرانی محمد علی امام شوشتری در کتاب فرهنگ واژه های فارسی در زبان عربی که در سال 1347 منتشر شد فهرستی از بیش از 1000 واژه ایرانی تبار در زبان عربی به دست می دهد. اینکه این واژه ها چگونه به عربی راه یافتند موضوع کتاب راه های نفوذ فارسی در فرهنگ و زبان تازی پیش از اسلام است که آذرتاش آذرنوش در سال 1354 منتشر کرده است. چنان که از این اثر برمی آید این واژه ها در طول بیش از 1000 سال از زمان هخامنشیان تا پایان دوران ساسانی به عربی در آمدند. در سراسر این دوره بخش‌های بزرگی از عربستان و خاورمیانه کنونی زیر فرمانروایی ایرانیان بودند. نخبگان این ناحیه‌ها زبان و فرهنگ ایرانی را می‌آموختند. این واژه‌ها مستقیم از زبان‌های ایرانی یا از راه ترجمه به زبان‌های سامی مانند آرامی و سوریانی به عربی راه یافتند. این نکته که امپراتوری روم میکوشید دست ایران ساسانی را از عربستان به ویژه یمن کوتاه کند ولی کامیاب نمیشد نشان دهنده پایدار بودن چیرگی ایران در آنجا بود. شهر هیره ساخته شاهنشاه ساسانی شاپور یکم در سده سوم میلادی در نزدیکی نجف کنونی یکی از بزرگترین مرکزهای تمدن و فرهنگ ایرانی بود. در این شهر پهلوی می آموختند و از کتاب‌های پهلوی استفاده ادبی و تاریخی می‌کردند. بدین ترتیب است که داستان‌های پادشاهان پارس و افسانه‌های ایرانی در هیره به عربی ترجمه و به حجاز برده شدند. واژه‌هایی که وارد عربی می‌شدند در زمینه‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی بودند. در اینجا به چند زمینه اشاره کوتاهی می‌کنم. در بازرگانی و دادستان واژه هایی مانند قیروان، کاروان، فرسخ، فرسنگ، دانق، دانگ، یک ششم درهم، نام فلز ها و سنگ ها مانند فولاد، سرب، یاقوت و دیگرها، پارچه ها و لباس مانند دیباج، دیبا، دختر، جامعه سفید یا سیاه، خز، ابریشم، قبا، شوزر، چادر، کتان، رسن. در کشاورزی، بستان، کرده، کرت، زمین کشت، مالق، ماله، سرغین،
کود، بیدر، انباشه گندم، انبار، نام گلها و گیاهان، در خوراکها، در موسیقی، در پزشکی، در کشتیرانی و دریانوردی. نمونه ها: البوسی، نوعی کشتی از ایرانی بوزی، بارجه، سکان، انجر، لنگر، ساج، چوبی که برای کشتی سازی به کار می رفته و دیگرها. از سوی دیگر برخی واژه ها هستند که از زبان های ایرانی گرفته شدند، ولی چون خاستگاه ایرانی آنها دانسته نیست عربی پنداشته شدند. یک نمونه واژه عشق است که در گذشته گفتاری را به آن اختصاص دادم، در اینجا تکرار نمی کنم. باید دانست که تنها بخش کوچکی از واژه های ایرانی و فارسی میانه به ما رسیدن، بخش بزرگی از آنها در متن‌های بازمانده دیده نمی شود، چون بسیاری از کتاب ها بر اثر رویدادهای افسوس برانگیز تاریخی نابود شدند، یا حتی ممکن است که برخی از واژه ها هرگز در هیچ کتابی نوشته نشده باشند. بسیاری از این گونه واژه ها در گویش های ایرانی زنده ماندند و مردم ناحیه های گوناگون ایران زمین به آنها سخن میگویند. به واژه خلیج بازگردیم و بکوشیم رازهای نهفته یا ناگفته آن را آشکار کنیم. چیزی که نظر مرا سخت به این واژه کشید بخش دوم آن است، ایچ، که پسوند ایرانی ایک، ایکه، اکه را به یاد می آورد. این پسوند که نسبت را می رساند در زبانهای ایرانی کاربرد بسیار دارد. برای نمونه در اوستایی مرشدیکه، رحم، دلسوزی، پیریکه، پری، کسریکه، ناچیز، بیارزش، انکه، روح، رخسار، کوتکه، کوچک، کودک. در فارسی میانه چهریک، زاستاری طبیعی، گوهریک، اساسی، گمانیک، مشکوک، مانیک، خانگی، خوارتیک، خوردنی و دیگرها و دیگرها. در فارسی کنونی تاریک، باریک، ولی در بیشتر موردها ایک به ای تبدیل شده است. دیسه های دیگر ایک در فارسی اک، پسوند کهش، تسقیر و نسبت است که به دیسه های چه، ایز و ایزه هم دیده می شود. چه در باغچه، کوچه، بازیچه، ایز و ایزه در دوشیزه و پاکیزه. گاهی هم ایک در زبانهای ایرانی به دیسه ایج باقی مانده است، مانند یوشیج در نام نیما یوشیج به معنای اهل یوش. در یکی از برنامه های پیشین درباره پسوند ایک به تفصیل سخن گفتم، می توانید با آن بازگردید. پس ایج در خلیج می تواند عربیده ایک ایرانی باشد، یا حتی می تواند در خود زبانهای ایرانی به دیسه ایج در آمده باشد. پس از اینکه ایج نظرم را جلب کرد به فرهنگهای سنتی روی آوردم. برایم بسیار جالب بود که برهان قاطع خلیج را فارسی می داند. این کتاب 365 سال پیش در حیدرآباد هندوستان نوشته شده است. محمد علی امام شوشتری هم در کتاب خود که نام بردم خلیج را فارسی دانسته، ولی نمیگوید ریشه اش چیست. تنها اشاره میکند که معنای واژه خلیج با ریشه عربی خ، لام، جیم مناسبت و سازگاری ندارد. بنابراین اگر ایج پایانی خلیج پسوند ایرانی است، باید بخش نخست آن هم یعنی خل در زبانهای ایرانی وجود داشته باشد و به آب و رود و دریا مربوط شود. پس بگردیم به دنبال این بخش نخستین. منتها نباید تنها به دنبال خل گشت، چون بنابر فرگشت آوایی که واژه ها هر یک از صداهای خ، ا و ل می تواند بنابر قاعده های آوایی تغییر کند و دیسه دیگری به خود بگیرد. خی آغازین می تواند به صورت که، گ یا ق باشد. مصوت ا می تواند آ یا ا یا ای باشد و لی پایانی ر. پس به دنبال خل، خال، خر، کل، قر، گل و از این گونه می گرد. در گیلکی داریم خل به صورت خاله به معنای جوی آب، رودخانه کوچک. برای نمونه رود چمخاله، مرداب سیاه خاله، رود زاد خاله، رود هاشو خاله و بسیاری دیگر.
در لوری ایرانی داریم خر به معنای رود خشک، در تبری مازندرانی داریم کلا کیلا جوی آب، چال در چالوس رود چالوس، در بلوچی کر رودخانه. همچنین توجه کنید به رود کر در فارس و کرخه در خوزستان. در ایران شهری کور رودخانه. در لوری خرم‌آباد و ایلام گلال از گل به معنای رودخانه. در ملایری گلال دادن یعنی واژگون کردن ظرف آب. پس می‌بینیم شمار واژه‌هایی که می‌توانند با بخش نخست واژه خلیج پیوند داشته باشند در زبان‌های ایرانی کم نیست. واژه‌هایی که همگی به آب و رودخانه مربوطند. بسیاری از این واژه‌ها در فرهنگ‌های ترادادی سنتی دیده نمی‌شوند. البته واژه‌هایی هم هستند که به این خانواده زبانی تعلق دارند و در فرهنگ‌های ترادادی فارسی آمده‌اند. یکی از آنها فرغر است. فر در اینجا پیشوند است. ریشه اصلی این واژه قر است که دیسه است از خل، خر، خر، چال، کر، کر، گل. فرخر در ادبیات فارسی به معنای جوی آب است. همچنین خشکرود را گویند که سیلاب از آنجا گذشته باشد و در هر جایی از آن قدری آب ایستاده باشد. برهان قاطع. نمونه ها. فرخی ز آب دریا گفتی همی به گوش آید که پادشاه ها دریا توی و من فرغر. منوشهری به پیش خشم او همواره دوزخ ها چو کانون ها، به پیش دست او جاوید دریاها چو فرغر ها. واژه دیگر آغاریدن است به معنای خیسیدن، خیساندن، تر کردن. آب پیشوند است. دیسه دیگر آن فرغاریدن است. ناصر خسرو بر شوره مریز آب خوش ایرا نایت به کار چون بیاغارد. پولاد نرم کی شود و شیرین گرچه در انگبینش بیاغاری. خلاصه کنم، با داده هایی که به آنها اشاره کردم میتوان گفت که واژه خلیج به احتمال بسیار ایرانی است. دیسه فرضی پوروا ایرانی آن باید گریکه باشد که در طول زمان دگرگون شده به دیسه خریکه، خلیکه و سرانجام خلیج در آمده است. جزء اصلی این واژه ریشه پوروا ایرانی گر است به معنای خیس کردن، تر کردن، به آب آغشتن. از این ریشه بسیاری واژه ها در زبان های ایرانی جدا شدند. به شماری از آنها اشاره کردم، به چند واژه دیگر نگاه بسیار کوتاهی بیاندازیم. در سغدی واغیر خیس کردن، زغیر رطوبت، در خارزمی وقری در آب فرو رفتن، غرق شدن، شغیر خیس شدن. در آسی یا اوستی از زبانهای ایرانی قفقاز قرین تراویدن. در دری یزد قریز آب دهان. در راور بردسیر کرمان گریز آب دهان. در تاتی خر ابر. در بندر جاسک گراه نم رطوبت. این واژه های ایرانی همریشن با سانسکریت گل به معنای چکیدن آب، با آلمانی کول، کول چشمه و کولن بیرون زدن آب. پس بخش آغازین واژه خلیج یعنی خل با واژه آلمانی کول، کول به معنای چشمه همریشه است. وقت ما به پایان رسید. خلیج واژه‌ای است ایرانی. در یکی از برنامه‌های آینده درباره خلیج فارس سخن خواهم گفت.